دروغ و پنهانکاری که ابزاری در دست خامنه‌ای برای حفظ نظام بود، در تلاش و روشنگری مقاومت و خشم انفجاری مردم ایران به تنابی بر گلوی نظام تبدیل شد. تنابی که هرچه کشیده می شود، نفس نظام تنگتر و اسرار باز می شود. تو خبرها داشتیم که از یه زمانی به بعد دیگه آمار رو اعلام نکردید. حالا از تهران گفتن که قطعا این گونه است. کلا ما تو کشورمون تو همه چی دستور از بالا به پایین، بله. از پایین به بالا نیست. یه بالاخره شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت ما اینا اعلام کردن آقا آمار ندین، نگفتن چرا ندین یا چرا بدین. می استان ها آمار نمیدن دیگه، همه استان ها آمار نمیدن. یک روزنامه حکومتی ضمن اعتراف به 100 هزار قربانی کرونا تعارف را کنار گذاشت و نوشت اگر بپذیریم که فقط 20% موارد بستری می شوند و فقط از نصف آنها تست گرفته می شود و فقط نیمی از این تست ها مثبت است، می توان گفت آمار واقعی حدوداً 20 برابر آن چیزی است که گزارش می شود. از تاریخ 31 فروردین بر اساس ستاد کرونا مرکزی کشور با میبرد رئیس جمهور که ورودی و استانها باز باشه، این یک اشتباه استراتژیک برای عامه مردم بود. علت این میزان جعل و پنهانکاری و دروغ‌های استراتژیک چیزی نیست جز وحشت استراتژیک از مردم و جوانانی که آماده و در کمین نشستند. در طول این 40 سال انقلاب اسلامی کم نداشتیم فتنه. انشاءالله ما یک آمادگی داشته باشیم برای مقابله با فتنه ها، چگونه در فتنه بخواهیم رفتار بکنیم. اگه میبینید یه بارگی وسط خیابون تهران میگن فتنه شده، آی بدوید. میگوید این بار اگر شعله های خشم را در نگاه ارتش گرسنگان دیدید، مکس نکنید، مقاومت نکنید، بدوید و الفرار. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.